سر خط خبر. داد خیلی آمار اومده بود پایین، خوشحال بودیم، ولی دیگه از هفته سوم خرداد، چهارم خرداد کم کم رفت بالا. اعمال دوباره محدودیت‌های رفت و آمد و کسب و کار در 13 استان ایران. در پی موج دوم شیوع کرونا، هرمزگان یک هفته تعطیل می‌شود. دست کم 19 کشته در انفجار یک کلینیک در تهران. یک نفر بازداشت و 5 نفر احضار شدند. نگرانی از 6 رقمی شدن آمار روزانه مبتلایان به کرونا در آمریکا. دولت تولید 3 ماه آینده داروی رمدسیویر را پیش خرید کرد. و رونمایی از قانون امنیتی جنجالی در سالگرد الحاق هنگ کنگ به چین. دست کم 180 معترض بازداشت شدند. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. دولت ایران اعلام کرده در بسیاری از شهرهای 13 استان محدودیت‌های تازه‌ای برای رفت و آمد و کسب و کار اعمال خواهد شد. وزارت بهداشت میگوید 8 استان از نظر شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند و در استان تهران موارد بستری افزایش قابل توجهی داشته. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته بیش از 2500 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 در ایران ثبت شده و 141 نفر هم جانشون را از دست دادند. کسرا ناجی گزارش میده. تخت های بیمارستان ها در اکثر مناطق کشور به سرعت اشغال می شوند. در خیلی از بیمارستان ها دیگر تخت خالی نیست، مثل اینجا در این بیمارستان در مشهد. در تهران هم بیمارستان‌ها وضع بهتری ندارند. تخت خالی کمتر پیدا می‌شود. در روزهای اخیر تعداد کسانی که به علت ابتلا به ویروس کرونا جانشان را از دست دادند به بالاترین سطح رسیده است. حتی بالاتر از 3 ماه پیش وقتی که بحران به اوجش رسیده بود. در 24 ساعت گذشته 141 نفر. متاسفانه شلوغ شدیم خرداد، خیلی آمار اومده بود پایین، خوشحال بودیم. ولی دیگه از هفته سوم خرداد، چهارم خرداد کم کم رفت بالا. الان هم که دیگه همه تخت پر و اصلا تخت خالی نداریم. یعنی صبح میای مریضا رو میبینیم، 5 تا 6 تا مرخص میکنیم، قبل از اینکه خارج بشیم از بیمارستان تخت پر شد. الان 3-4 روز همچنان بیمارستان ما تخت خالی اصلا نداریم، پر شدن و مریضا ناچار شدن که وایستن تا یه تخت خالی جور بشه و برن بالا سر یه تخت. مقام های کشور میگویند شرایط در 8 استان بحرانی و قرمز است و در 13 استان مقام های استان ها در تعدادی از شهرها محدودیت های رفت آمد و کسب و کار اعمال کردند یا به زودی اعمال می کنند، از جمله تعطیلی کامل برای یک هفته. اختیارات موردی که برای بعضی از استان ها داده شده، استانداران ظرف دیروز و امروز بهشون ابلاغ شده و تصمیم خواهند گرفت بسته بشه، عمدتا به صورت شهرستانی انشالله اقدام خواهند کرد. در هرمزگان 8 شهر در شرایط قرمز هستند، از جمله بندر عباس، بزرگترین بندر کشور. این وضعیت مشهد است. در مشهد مقام ها این را که میخواهند شهر را تعطیل کنند رد کردند، اگرچه محدودیت هایی اعلام کردند. و در تهران موج فزاینده ابتلا در میان جوانان و میان میانسالان دیده میشود و افزایش تصاعدی مبتلایان. در 3 روز گذشته در میان خستگی زیاد کادرهای درمان و بهداشت بیمارستان هم. یک مقام اورژانس تهران گفته است بیش از 110 نفر از کارکنان اورژانس به کووید 19 مبتلا شدند. کسرانا جی بی بی سی. در بخش قبلی خبر ما به دلایل فنی گزارش امروز کسرا در مورد کرونا در ایران پخش نشد و به جای اون گزارش قدیمی تری از او در همین زمینه پخش شد. من همینجا از شما عذرخواهی میکنم بابت این اشتباه فنی. اما حالا از مشهد سروش مظفر مقدم روزنامه‌نگار با ما هست و در این مورد بیشتر صحبت کنیم. آقای مظفر مقدم، شهر شما به نظر میسه یکی از شهرهایی هست که نگرانی در مورد موج دوم کرونا، شیوع دوم کرونا بسیار در اون بالا هست. چی میبینید در شهر و مشاهدات شما چیست؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و درود میفرستم خدمت هموطنان عزیزم در هر کجای دنیا از جمله در ایران هستن. امیدوارم سالم و سلامت باشید و سلامتیتون حفظ بشه در این ایام خطیر. اما در مورد مشهد، متاسفانه امروز مشهد وضعیت مافوق قرمز یا هشدار بسیار بالا داره. یعنی طبق اعلام مقامات بهداشتی وضعیت از وضعیت قرمز هم بالاتر رفته و گذشته. تا جایی که من میدونم امروز ما 600 مورد بستری به دلیل کرونا در بیمارستان‌های مشهد داریم. ظرفیت بیمارستان‌های مشهد تقریبا تکمیل شده، طوری که خود مقامات بهداشتی امروز دارن اذعان می‌کنن بین 120 تا 150 نفر هم مراجعه به علت کرونا به صورت روزانه به اصطلاح مراکز درمانی مشهد هست و از این نظر وضعیت مشهد بسیار خطیره. همینجور که جناب ناجی در گزارششون هم گفتن، قرار بود که از شنبه 14 تیر به مدت یک هفته مشهد تعطیل باشه، کلی کسب و کارها، مراکز عمومی و غیره، که تا به الان که من در خدمت شما هستم این قضیه رد شده. و آیا اون اعداد و ارقامی که در مورد بستری اعلام کردید آماری هست که به صورت رسمی اعلام شده یا از... بله بله، اینا آماری هستش که به صورت رسمی در سایت ها، خبرگزاری ها توسط خود مقامات بهداشتی شهرستان مشهد و استان اساسا گفته شده. در واقع مورد مخصوصا 600 نفر بستری که امروز ما در بیمارستان‌های مشهد شاهدش هستیم. در چند روز آینده هم به نظر میرسه که شاید سفرها دوباره به مشهد بیشتر بشه به دلیل مراسم‌های مذهبی که در پیش هست. اقدامی از طرف مسئولان شهری انجام شده برای اینکه حداقل برای کسانی که به حرم امام هشتم شیعیان میخوان برند جلوگیری بشه از شیوع این ویروس؟ ببینید، یک مسئله بسیار مهمی است. طبق پیگیری که من خودم داشتم تا این لحظه که در خدمت شما هستم، حرم امام رضا تعطیل اعلام نشده و چون ما تولد امام رضا رو هم داریم، به زودی یک موج گسترده ای از مردم پر قطع و یقین از سراسر کشور وارد مشهد میشن به این مناسبت و این خودش خطر خیلی گسترده ای رو ایجاد میکنه. طبق اعلامی که آستان قدس داشته، الان صحنه های حرم امام رضا باز هست کماکان، رواق‌ها و فضاهای سرپوشیده بسته است کماکان، مردم نمیتونن استفاده بکنن، ولی همین حضور گسترده به این مناسبت در حرم امام رضا میتونه خطر فوق‌العاده‌ای رو ایجاد بکنه. یکی از راهکارهایی که مسئولین، چه مسئولین استانی چه مسئولین کشوری، میتوانستن با این وضعیت مقابله بکنن، یک تعطیلی کل اماکن بود. ثانیا اینکه به اصطلاح خطوط مواصلاتی مثل هواپیماها، قطارها و اتوبوس‌ها تا یک مدت مشخصی، مثلا بین یک هفته تا یک ماه، حتی به مقصد شهرهایی که امروز بحرانی و پرخطر هستند مثل مشهد، اینها تعطیل میشد و مردم خب بر تقدیر از حضورشون یه جوری ممانعت به عمل میآمد. تا این لحظه که من در خدمت شما هستم چنین اتفاقی نیفتاده. آقای مظفر مقدم، ممنون از وقتتون. سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار از مشهد با ما. وزارت صحت افغانستان از شناسایی بیش از 300 مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور خبر داده. در شبانه روز گذشته همچنین مرگ 28 نفر از مبتلایان در این کشور ثبت شده که اکثرشان در پایتخت کابل بودند. به این ترتیب آمار رسمی کل مبتلایان در افغانستان به حدود 32,000 نفر رسیده. دولت میگوید شمار جانباختگان به 774 نفر رسیده. تعداد کشته‌های آتش‌سوزی و انفجار دیشب در یک کلینیک تهران 19 نفر اعلام شده. گفته شده این حادثه با دست کم دو انفجار همراه بوده که در طبقه‌های زیرین درمانگاه سینا اطهر رخ داده و حریق به بقیه ساختمان سرایت کرده. علت دقیق حادثه در دست بررسی است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. لحظات پروحشت برای آنهایی که در محاصره دود و آتش قرار داشتند. 19 نفر ظاهراً فوت کردن، البته یک نفر از اونها ظاهراً هنوز مرگش قطعی نشده. 15 نفر زن و 4 نفر مرد. ظاهراً اکثر جانباختگان این حادثه جزو کادر درمانی کلینیک بودند. حضور پر ازدحام مردم مثل همیشه کار امدادرسانی را مشکل کرد. حالا پیام‌های تسلیت مقامات و وعده‌های تحقیق یکی پس از دیگری صادر شدند. اما نکاتی که مسئولان زیرب تا به حال گفتند، انفجار دیشب در کلینیک سینا اطهر به خاطر اشکال در سیستم برق نگهداری سیلندرهای اکسیژن و گازهای دیگر بوده. دو سیلندر بزرگ و 4 سیلندر کوچک دیشب منفجر شد. نزدیک بود یک مخزن بزرگ هلیوم هم منفجر شود که می توانست فاجعه را از این هم بدتر کند.
5 نفر از مدیران و دستاندرکاران درمانگاه احضار یا بازداشت شدند و تحت بازجویی هستند. معلوم نیست دقیقاً چه فرد یا افرادی مقصر شناخته شوند، ولی روشن است که توجه نکردن به نکات ایمنی یک مشکل بزرگ در این گونه واحد هاست. امروز گفته شد که درمانگاه سینای عطر در 5 سال گذشته 4 اخطاریه بر سر رعایت نکات ایمنی دریافت کرده بود، ولی ترتیب اثر داده نشد. یکی از اعضای شورای شهر تهران امروز گفت 33,000 واحد پرخطر در تهران نکات ایمنی را رعایت نمی کنند. از میان این واحدهای پرخطر 60% بیمارستان های تهران هستند، نصف کل بیمارستان های کشور که عمر بالای 40 سال دارند. یکی از مسئولان پزشکی ایران گفته که بعد از انقلاب حتی یک بیمارستان دانشگاهی در تهران ساخته نشده. وقتی هم بیمارستان دیگری ساخته شده، مسئولان در ذوق‌زدگی مراسم افتتاح آیین نامه های ایمنی را به فراموشی سپردند. همه این مسائل امروز بیان می شود، ولی مهم این است که در روزها و سالهای آینده جدی گرفته شوند. اگر آنگونه که کارشناسان می گویند بیمارستان های ایران آتش زیر خاکستر باشند، از میان آنها مراکز پزشکی هسته‌ای می توانند یک فاجعه انسانی بالقوه در ابعادی باور نکردنی باشند. سیاوش اردلان، بی بی سی. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی میگیریم. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده دو تبعه سوئد در جریان انهدام یک باند بین‌المللی قاچاق مواد مخدر در ایران بازداشت شدند. گفته شده بخش بزرگی از محموله ضبط شده مواد مخدر صنعتی است. هویت این دو نفر هنوز اعلام نشده. امروز در بازار ارز تهران قیمت دلار دوباره از 20,000 تومان گذشت. قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید هم حدود 9 میلیون تومان گزارش شده. در هفته‌های گذشته قیمت ارز و طلا در ایران افزایش چشمگیری داشته. رئیس بانک مرکزی پیشتر گفته بود دولت برای تثبیت بازار ارز تزریق نخواهد کرد و التهاب بازار به گفته او موقتی است. مدیر کل محیط زیست استان کرمانشاه گفته آتش همچنان در دو منطقه از محدوده حفاظت شده بوزین و مرخیل ادامه دارد. فریدون یاوری گفته آتش در بعضی از نقاط از 1 متر هم گذشته و روند مهار آتش را سخت کرده. و همچنین گفته که تلاش می شود آتش در جاده اطراف منطقه حریق متمرکز شود تا آن را بتوان راحت تر مهار کرد. در ماه‌های اخیر آتش سوزی های پی در پی در مناطق وسیعی از جنگل ها و مراتع غرب ایران اتفاق افتاده. همزمان با موج جدید شیوع کرونا در آمریکا، دولت تمام موجودی و تقریبا کل تولید 3 ماه آینده داروی رمدزویر رو پیش خرید کرده. دارویی که گفته میشه در مقابله با بیماری کووید 19 موثره. این تصمیم انتقادهایی درباره دسترسی عادلانه به این دارو برانگیخته، از جمله در اروپا که مرزهاش همچنان به روی مسافران آمریکایی بسته است. آرش مومنیان گزارش میده. آمریکا یکی از معدود کشورهایی که شاهد موج جدیدی از همه‌گیری ویروس کرونا است. و این مرد آنتونیو فاوچی، عالی‌ترین مقام بهداشتی که مبارزه با این همه‌گیری در حوزه مسئولیتش است. وقتی یه جای کشور بیماری شایع میشه، نقاط دیگه حتی اگه مشکلی نداشته باشن آسیب پذیرن. ما نمیتونیم فقط روی مناطق آلوده تمرکز کنیم، چون اینطوری همه کشور رو با خطر روبرو میکنیم. ما الان روزانه بیشتر از 40,000 مورد ابتلا داریم و اگه کاری نکنیم تعجب نمی کنم اگه این رقم به بیشتر از 100,000 در روز برسه. ویروس شریان اقتصاد آمریکا را زیر تیغ گرفته. ایالت‌های کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا از مراکز شیوع دوباره کرونا هستند. 3 ایالت از 4 ایالتی که بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی آمریکا را دارند. جو بایدن رقیب اصلی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری که 4 ماه دیگر برگزار می شود گفته هیچ گرد همایی تبلیغاتی برگزار نخواهد کرد. شرایط نباید الزاماً به این شکلی در می اومد که الان هست. ماها در حالی که رهبران کشورهای دیگه اقدامات لازم رو برای مهار ویروس انجام می دادن، دونالد ترامپ فقط باعث شکست ما شد. رمدسیویر، تولید شرکت گیلیاد، دارویی که برای درمان ابولا ساخته شد اما گفته شده در درمان بیماران کووید 19 موثر است. حالا دولت آقای ترامپ شاید برای جبران شرایط
تمام موجودی و نزدیک به کل تولید 3 ماه آینده این دارو را پیش خرید کرده. اقدامی که در اروپا یکی از متحدان و شرکای سنتی آمریکا انتقادهایی برانگیخته. موج دوم کرونا در آمریکا حالا دوستی‌های قدیمی را هم کمرنگ کرده. اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد مرزهایش را به روی مسافران 15 کشور غیر عضو می‌گشاید. مسافران آمریکایی اما در این فهرست نیستند. بیم و امید از شکست و سربرآوردن دوباره ویروس. در هند، کشوری که هر روز بیش از 18,000 مبتلا به آمار رسمی بیمارانش اضافه می شود. می گویند در دروی، بزرگترین محله زاغ نشین آسیا که نزدیک ممبای است، بیماری مهار شده. در یه محیط مثل اینجا رعایت فاصله اجتماعی غیر ممکنه. دوران خیلی سختی بود برای ما و برای محله دروی. اما شکر خدا حالا دکترها و ما کارکنان بخش بهداشت میتونیم یه نفس راحتی بکشیم. در شمال همین کشور اما 111 نفر در یک شب در مراسم عروسی به کووید 19 مبتلا شدند. داماد فردای عروسی بر اثر همین بیماری درگذشت. در نقاطی از دنیا که کرونا دوباره سربر نیاورده، گشایش خدمات و کسب و کارها ادامه دارد. مثل اینجا در لبنان که فرودگاه بین المللی بیروت بعد از 3 ماه بازگشایی می شود. و اینجا در توکیو بازگشایی پارک تفریحی دیزنی لند و شادمانی با رعایت فاصله اجتماعی. آرش مومنیان، بی بی سی. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. در پی موج دوم شیوع کرونا در ایران، محدودیت‌های رفت و آمد و کسب و کار در 13 استان اعمال می‌شود. هرمزگان هم برای 1 هفته تعطیل می‌شود. دست کم 19 نفر در انفجار و آتش سوزی در کلینیکی در تهران کشته شدند. به گفته دادستان تهران 1 نفر بازداشت و 5 نفر احضار شدند. در ادامه این برنامه، اعتراض‌های تازه به در هنگ کنگ همزمان با رونمایی از قانون امنیتی جنجالی چین. همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در روسیه امروز بعد از 7 روز به پایان میرسه. اگر این تغییرات رأی بیاره، ولادیمیر پوتین میتونه بعد از پایان دوره فعلی زمامداریش 2 دوره 6 ساله دیگه هم نامزد ریاست جمهوری بشه. تغییرات دیگری هم در این همه پرسی به رأی‌گیری گذاشته شده، از جمله ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان و ممنوعیت داشتن گذرنامه و حساب بانکی خارجی برای سیاستمداران روسیه. منتقدان میگن روند همه پرسی فاقد نظارت درست و مستقل هست. ذوالفقار اسماعیلیان، کارشناس امور روسیه از مسکو با ما هست. آقای اسماعیلیان، عملا این به معنی این هست که بیش از 1 دهه دیگه مردم روسیه باید آقای پوتین رو ببینند و با او همراه باشند. جو چگونه است؟ آیا مردم میپسندند آنچه رو که آقای پوتین به رفراندوم گذاشته؟ خب، اول اینکه این انتخابات یا خیلی که بگیم تغییرات در قانون اساسی در روسیه خیلی پیش شروع شده بود و دسترس مردم بود، اونا بررسی کردن این موضوع را و پیشنهادا در اول خیلی کم بود ولی بعدا خیلی زیاد شد. از جمله اونی که حالا شما اشاره کردید که ولادیمیر پوتین میتونه باز مثلا تا 14 سال دیگر، یعنی اگر امکان پیدا بکنه، میتونه که رئیس جمهور باشه. اینا یک چیزایی هستن که وقتهای آخر پیشنهاد شدن و مردم اونا را پسندید، به مثل که در قانون اساسی باید اگر رای بگرفت اونا اجرا باید بشن. یعنی این چیز در گذشته بود 5 سال برای یک رئیس جمهور در روسیه، یعنی 5 سال یک نفر میتونست پی در پی، یعنی پی هم رئیس جمهور انتخاب بشه اگر بتونه، ولی در قانون نو این چیز از بین برده شده. در قانون اساسی حالا هست برای 7 سال و یعنی که پی هم نیست، یعنی کسی که برنده شد در اول میتونه اون رئیس جمهور باشه 7 سال و بعد یو کسی دیگر بیا و با این میتونه باز نامزدی شبمونه. خلاصه همین یک چیزی بود که عباره پای در هم، یعنی که پای از پای یک دیگر از بین برده شد در همه قانونی جدیدی که حالا انتخاب شده.
و یعنی گفته نمیشه که در آینده پوتین میتونه با 14 سال دیگر رئیس جمهوری روسیه باشه، چرا که حالا پوتین نگفته است که من در انتخابات همچون نامزد شرکت میکنم یا نمیکنم یا کسی دیگر شاید میبیاد. ولی عملا خب مشخصه با توجه به اینکه او به هر حال راهی برای ماندن در قدرت همیشه گشته و پیدا کرده. مخالفان چه میگن آقای اسماعیلیان؟ نظر اونها چه هست؟ مخالفان اصلا در روسیه چی بگم، یعنی در حال حاضر اون مخالفایی که در روسیه هستن اونا اصلا مخالف داخل روسیه نیستن. این یک چیزی هست که مثلا در 10 سال 5 سال پیش ما میدونستیم، وقتی در مسکو من کار میکردم اون در اون زمان مثلا مخالفین دیگر بود. حالا هر چی که رسانه‌های خبری مثلا غرب از جمله آمریکا، بریتانیا و دیگرا میگن، این در روسیه مثل که پن میشه از طرف همون نفرایی که از آمریکا مثلا مبلغ میگیرن برای کارشون. این چیزا هستن و مثلا مثل اون چند سال پیش این زیاد مثلا بررسی و چیزی نداره در بین مردم. البته هستن مخالف ها، هستن مخالف هایی که میخواهن که مثلا دیگر کس رئیس جمهور باشه، ولی در روسیه هیچ کس منع نکرده است کسی دیگر که نامزدیش بگذاره یا که مثلا برنده شده در انتخابات. من منظورم این است که مثلا اون چی که زیاد میگن می نویسن در رسانه‌های خبری اونا اساس ندارن. عموما روسیه یک کشوری است که در گذشته هم همچنین بود. مثلا ببینید شما در روسیه درست گفتید که مثلا این یک راه است که در آینده پوتین میتونه دوباره باز سر قدرت بیاد، یعنی قدرت به دست بگیره. این درست است. این... متاسفانه وقت بیشتری نداریم، مجبورم متوقف میکنم، ببخشید. امیدوارم بخش بعدی بتونیم با شما دوباره صحبت کنیم. ذوالفقار اسماعیلیان، کارشناس امور روسیه با ما. چند خبر کوتاه. وزیر کشور ترکیه میگوید تا به حال 6 جسد از قایقی غرق شده در دریاچه وان در شرق این کشور پیدا شده. او گفته این قایق 60 سرنشین داشته که مهاجران غیر قانونی بودند. 11 نفر به اتهام قاچاق پناهجو در یک روستای نزدیک محل حادثه دستگیر شدند. وکلای 3 نفر از متهمان اعتراض‌های آبان ماه پارسال در نامه‌ای به قوه قضاییه خواهان دسترسی به پرونده موکلانشان برای تنظیم لایحه دفاع از آنها شدند. وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در این نامه از نشر محتومات پرونده پیش از صدور حکم قطعی انتقاد کردند. دادگاه انقلاب تهران این 3 نفر رو به اتهام محاربه و تخریب به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی محاکمه و به اعدام محکوم کرده. وزارت خارجه فرانسه حکم اعدام روح الله زم، مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز رو محکوم کرده و گفته این حکم نقض جدی آزادی بیان و مطبوعات در ایران است. قوه قضاییه ایران میگوید حکم اعدام آقای زم قطعی نیست و قابل فرجام خواهی است. از جمله اتهامات او افساد فی‌الارض، جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی ایران بوده. روح الله زم پناهنده کشور فرانسه بود. او پارسال در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد. دولت فرانسه همچنین حکم 5 سال حبس برای فریب عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی را محکوم کرده و گفته هیچ سند و مدرکی در مورد اتهاماتی که علیه او مطرح شده وجود ندارد. خانم عادل‌خواه سال گذشته در سفر به ایران بازداشت و به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. برن هوک که برای رایزنی با مقام‌های اسرائیلی در این کشور حضور دارد در مصاحبه‌ای گفته گزینه نظامی علیه ایران همواره روی میز است. آمریکا همچنین خواهان تمدید تحریم تسلیحاتی ایران است که طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تا کمتر از 4 ماه دیگر پایان می‌یابد. دقیقاً 23 سال پیش هنگ کنگ مستعمره سابق بریتانیا به چین واگذار شد. پکن وعده خودمختاری داد که به فرمول 1 کشور و 2 سیستم شهرت پیدا کرد. اما حالا چین قانون جدیدی معرفی کرده که اعتراض‌ها در این شهر رو عملی مجرمانه به شمار میاره و 3 سال تا حبس ابد مجازات در پی خواهد داشت. در اعتراض به این قانون هزاران نفر امروز به خیابان‌های هنگ کنگ اومدن و دست کم 180 نفر هم بازداشت شدند. پرهام قوادی گزارش می‌دهد. فریاد دموکراسی خواهی در هنگ کنگ.
با این تفاوت که از امروز این اعتراض‌ها عملی مجرمانه محسوب می‌شود. بنابر قانون جدیدی که چین اعمال کرده، قانون امنیت ملی که هدفش کنترل اعتراضات بود، ظاهراً به شعله خشم معترضان دامن زده. دوباره خیابان‌های شهر صحنه رویارویی معترضان و نیروهای پلیس شد. طبق قانون جدید، تلاش برای جدایی از چین، خرابکاری در جهت براندازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی جرم است و مجازاتش از 3 سال زندان تا حبس ابد. برای مثال، طبق قانون جدید، آسیب رساندن به اموال عمومی تروریسم محسوب می شود. کاری که معترضان در بیش از 1 سال تظاهرات پیوسته از آن دریغ نکردند. امروز 10 نفر از معترضان دستگیر شدند. پلیس هنگ کنگ بازداشت اولین نفر را در توییتر خود اینطور اعلام کرد. یک مرد به دلیل نقض قانون امنیت ملی برای حمل پرچم استقلال هنگ کنگ در منطقه کازوی بی هنگ کنگ دستگیر شد. این اولین دستگیری از زمان اجرای قانون است. در جای دیگر شهر اما، در مراسم سالگرد الحاق هنگ کنگ به چین، رهبر این شهر در سخنرانیش از قانون جدید استقبال کرد. تصویب قانون ملی مهمترین گشایش در رابطه بین دولت مرکزی چین و هنگ کنگ است از زمانی که هنگ کنگ به سرزمین اصلی بازگشته. این اقدام تاریخی است که نظام سیاسی هنگ کنگ را بهبود می‌دهد و از استقلال، تمامیت ارضی و امنیت کشور ما محافظت می‌کند. چین می‌گوید انتخاب این روز برای رونمایی از این قانون اتفاقی نبوده. 23 سالگرد پایان استعمار هنگ کنگ به دست بریتانیا و تحویل این شهر به چین. هنگ کنگ با اینکه متعلق به چین است، قوانین خودش را دارد و آزادترین شهر این کشور به حساب می‌آید. پکن می‌گوید این قانون جدید کادوی تولد این شهر است. هنگ کنگ در 23 سالگرد استقلالش این کادوی تولد را دریافت کرد. میگیم این قانون یه هدیه است، چون در آینده قطعاً ارزش‌های گرانبهای خودش رو نشون میده. اعتراضاتی که قرار بود آزادی بیشتری برای این شهر به ارمغان بیاورد و دست چین را از اداره این شهر کوتاه‌تر کند، حالا سایه حضور پکن را بیش از پیش سنگین کرده. معترضان هنگ کنگی برای رسیدن به دموکراسی و گشایش سیاسی حالا افقی تیره و تار پیش روی خود می‌بینند. پرهام قبادی، BBC. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهیم بود.